یه تجربه رو میخوام باهاتون شیر کنم. شما هم اگه در این راستایی که من تجربه رو دارم میگم در این راه تجربه ای داشتید شیر کنید. تجربه هاتون وقتی شیر میشه به بقیه هم این موج و عشق رو شما منتقل میکنید. چند شنبه شنبه صبح خیلی زود سندیگو را افتادم که بیام اینجا، 8:30 قرار داشتم. را افتادم، هوا مهالود بود، تا جایی که اون نگهبان ها هستن که ماشینا رو چک پوینت که ماشینا رو چک میکنن، تا اونجا خیلی سموت و راحت اومد. نزدیکای بعد از اوشن سایت که رسید اگزیتش رو حالا پیدا میکنم، چون دلم میخواد این اگزیت رو پیدا کنم. نزدیک یه اگزیتی که رسید به کل ایستاد، یعنی قفل شد. خوشبختانه من نزدیک اگزیت بودم. معمولا تجربه به من گفته وقتی اگزیت میکنی میفتی تو خیابونای فرعی، گم میشی و دیر میشه، و اگه تو ترافیک مونده بودی و صبر کرده بودی بهتر بود. ولی یه صدایی بهم گفت برو بیرون. بلافاصله تا دیدم قفلا، نه اینکه ماشینا حرکتی یواش داشتن، قفل، دو تا ماشین قبل از من اگزیت کرد، منم اگزیت کردم. میدونستم اگر بیام دست چپ میرسم به دریا، چون دریا دست چپ من بود و سندیگو که میای دریا دست چپ اقیانوس. هوا مهالود، دنبال این ماشینا رو گرفتم، اینا رو رفتم، گفتم اینا میدونن. بعد دیدم یکیشون پیچید، باز یه صدایی گفت نه نه پیچ، ادامه بده. ادامه دادم، مهبود. به نظرم میامد که اینجا نزدیک دریاست، ولی هر چی میامدم به پی سی اچ نمیرسیدم، به پاسیفیک کوست هایوی نمیرسیدم. میامدم نخلا رو میدیدم ولی پاسیفیک کوست هایوی نم. ادامه دادم، تراست کردم، ادامه دادم، دیدم خیلی آمدم. فکر کنید اگه مثلا از سر کرامولی از اگزیت کنید تا بخواید به اقیانوس برسید، اونقدر که هیچی سه برابر اون مدرم اومده بودم، ولی هنوز پاسیفیک کوست هایوی رو نمیدیدم. گفتم بذار اسم همه خیابونی که توشم رو نگاه کنم ببینم اسم این چیه، بعد بزنم به نقشه ببینم چی پیدا میکنم. نگاه کردم دیدم خود این خیابون پاسیفیک کوست هایوی. ازش چی نتیجه میگیری؟ ما همیشه تو پاسیفیک کوست هایوی مو دنبال پاسیفیک کوست هایوی میگردیم، نتیجه اینه. دنبال اونی که میگردیم کجاست؟ همینجاست. فقط باید این ساینه رو نگاه کنیم. البته این استثنایی بود، من نمیدونم از تو چه خیابانی آمدم که این خودش شد پاسیفیک کوست هایوی. خب مهری خانم راست گفت، اگر اطمینان کنیم. ببینید یه چند تا چیز از این تو من در آوردم. اول اینکه اون راهی رو که داریم میریم و سیفه رو اگر جرأت کنیم بیایم بیرون، حتی اگر دیرتر برسیم، ولی شهامت این رو داشته باشیم که از سیچویشنی که توش گیر کردیم بیایم بیرون. این یه درس بزرگ. تو سافرینگ نمونید. چویس دارید. سافر نکنید. بیایید بیرون. منظور من این نیست که خونه و زندگی رو برکنید. چویس داشته باشید بین اندوه و شادی، شادی رو انتخاب کنید. همه استیت ها استیت های درونیه. بیرون به ما اونو نمیده. درون باید روشن باشه. و
بنابراین از عادت ها اگر گیر شد بیایم بیرون. توی همین اسپریچوالیتی و مدیتیشن چند تاتون بعضی وقتا بهتون اتفاق افتاده خب الان پاشم برم از توی خونه گرم و نرم و تلویزیون و چای داغ و یا آش و یا سوپ و یا هرچی هست بگذرم برم دو ساعت بشینم توی اتاق که حالا برم چیکار کنم. دیدی؟ بهتون میگه. ولی عادت هامونو بشکنیم برای اینکه بعدم وقتی میایم بیرون اطمینان کنیم، نترسیم، اطمینان کنیم. این جامعه خودش آردی ترس رو پخش میکنه. صبح رفتم اله مدرسه‌ای که درس میدم، سالی دو بار 300-400 تا معلم داره، همه معلم ها رو دعوت میکنه و براشون از اتفاقات جدیدی که داره میفته توی مدرسه و گسترش و نمیدونم پروژه های مدرسه که علی هم توش درس خونده تو مدرسه صحبت دادم. اولین برنامه ای رو که وقتی سلام کردند و به همه خوش آمد گفتن، آقای سکیوریتی رو آوردن که مسئول سکیوریتیه و گفتن که به اینا اطلاعاتی رو که داری بده. اون گفت نمیدونم شب از اینجا برید ریپتون میکنن، از اینجا بیاید میکشن، از اینجا نمیدونم اگه توی سوشال میدیا بهتون نمیدونم تهدیدتون کرد. یعنی از اولش جلسه با چی شروع شد؟ فیر. چرا راحت نمیتونیم؟ اگه نمیدونید که وقتی چراغ روشن میشه، اینی که امشب تمرین کردید، این وقتی روشن میشه هیچ چیز بدی به طرف شما نمیاد، اطمینان کنید. خب بعدم یه خانم مسئولی که همیشه برنامه ها رو میذاره میخواست یه خانومی رو دعوت کنه که بیاد سخنرانه، گفت I'm very very excited که خانم کریستین پولان رو بیارم اینجا. و من نگاه کردم دیدم این دو تا very very گفت و یک دونه excited گفت، ولی هیچ چیز وجود این excited نشون نداد. یعنی کلامش یه چیزی بود، vibrationش یه چیز دیگه. خب نگاه کنی ببینید اونی رو که میگید آیا همون شکلی دارید وایبریت میکنید یا نه، وگرنه اون کسی که دوستمون روبرومون نشسته اگر بهش بگیم دوستت دارم قربونت برم میخوام کمکت کنم، ولی اون تو وجودم اون عشق مرتعش نشه چیزی به اون طرف نمیره. فهمیدم که اینم نشد. بنابراین وقتی میایم بیرون یه کاری رو انجام میدیم توی اسپریچوال پد، کارم آسون نیست، کار مداوم و پیگیره. ولی همیشه اینو گفتم، قدم اولو که برمیدارید از طرف زندگی، هستی، خداوند، هر چیزی که میخواید اسمشو بذارید، از اون بر رد کارپت میندازن. یه قدم ما برمیداریم، از اون بر 10 قدم سپورت میشه. نیایید بیرون بگید که من که اومدم بیرون ولی هیچی آیدم نشد. یه دونه شعر هست که میخوره به این موضوع. آن یکی مال مثنویه. آن یکی الله می گفتی شبی، آن یکی الله می گفتی شبی، تا که شیرین می شد از ذکرش لبی. یه نفر بود هر شب خدا رو صدا می‌کرد، هر شب صدا شد. نباید فیزیکلی باشه ها، وایبریشن اینجاتون باشه، بشینید و
سرندر کنید و گراتیتود سپاس سپاس که میگید یعنی که دارید شکر میکنید ولی این خدا رو شکر خدا رو شکر کلیشه ای کاری نمیکنه ما وایبریشن میخواد از اینجا باید بشه آن یکی الله میگفتی شبی تا که شیرین میشد از ذکرش لبی خودش از این صدایی که میکرد لذت میبرد گفت شیطان آخری بسیار گوی این همه الله را لبیکو می نیاید یک جواب از پیش تخت چند الله میزنی با روی سخت او شکسته دل شد و بنهاد سر دید در خواب و خضر را در خزر گفت هم از ذکر چون وامانده ای گفت هم از ذکر چون وامانده ای چون پشیمانی از آن کش خوانده ای گفت لبیکم نمی آید جواب زان همی ترسم که باشم رد با گفت آن الله تو لبیک ما وان نیاز و درد و سوزت پیک ماست هیله ها و چار جویی های تو جذب ما بود و گشاد این پای تو ترس و عشق تو کمند لطف ماست زیر هر یارب تو لبیک هاست جان جاهل زین دعا جز دور نیست زان که یارب گفتنش دستور نیست بر دهان و بر دلش قفل است و بند تا ننالد با خدا وقت گزند مطلب رو گرفتی؟ براتون میگم نگرفتی؟ جانم یک کسی دست بلند کرد نه یک جور آب بنوشم یه نفر از فریوی زد بیرون هی اومد گو خدایا چرا نمیرسم این که نشد چه اشتباهی کردم اومدم بیرون چرا اومدم آن یکی الله میگفتی شد و از الله گفتنش تا که شیرین میشد از ذکرش لب خودش هم لذت میبرد شیطان اومد شیطان کیه؟ کجاست؟ شیطان اومد گو آخری بسیار گو این همه الله را لبیک گو مگه جواب اومد از اون طرف برای تو گفت می نیاید یک جواب از پیش تخت چند الله میزنی با روی سر خودش به خودش گفت این همه خدا 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 صدا کردم یک دفعه به من جواب نده برای چی میگی شیطان شیطان در خود شکست دل شد و بنهاد سر دید در خواب و خضر را در خزر حضرت خضر یکی از انتیتی ها یکی از موجودات الهیه که ظاهر میشه و غایب میشه هر وقت نیاز دارید ظاهر میشه هر وقت نیاز ندارید غیب میشه هر وقت میخواهیدش ظاهر میشه خزر یعنی اون خضر دومی که نوشته هر دوتاش یکیه پیدا کردم میگه جایی که سبزه توی سبزی جای سبز زیبایی حضرت خضر رو دید حضرت خضر بهش گفت هین از ذکر چون ما مانده ای چرا دیگه ذکر نمیگی
چون پشیمانی از اون کشخان، ولی چی پشیمون شدی اینه که صدا میکردی خدایا به دادم برس، خدایا کمکم کن. چرا؟ چی شد؟ گفت لبیکم نمی آید جواب. این همه لبیک لبیک خدا رو صدا کردم جواب نیومد. اصلا میترسم، زان همین ترسم که باشم رد با، فکر میکنم که شاید خدا دیگه منو دوست نداره و ردم کرده. گفت آن الله تو لبیک ماست، یعنی ما باعث شدیم که تو الله رو صدا کنی. عشقی که از اون طرف میاد تو رو وادار میکنه که خدا رو صدا کنی. گفت آن الله تو لبیک ماست، وان نیاز و درد سوزت پیک ماست. این عشق سرشاری که تو شب نشستی پنجرت رو باز میکنی و از پنجرت آسمون رو نگاه میکنی و خالقت رو مثل یک سایبان، مثل یک زیبایی بی نهایت که تو رو اصلا انولوب کرده، تو رو گرفته، تو رو سرشاریش تو رو پیچیده در خودش، اون از ماست. خب حیله ها و چاره جویی های تو جذب ما بود و گشاد پای تو. یعنی این ترفندایی که میزنی با خدا، کارایی که میکنی، بعضی وقتا دیدی با خدا معامله میکنی، سفره میندازیم مثلا، میگیم اینه بده ما این سفره رو میندازیم، بیزنس که نیستش، عشق یک طرفت رو بده، چون از اون طرف هم داره چی میاد؟ عشق یک طرفه میاد. خب ترس و عشق تو، اون حضرت خس بهش بود، گفت ترس و عشق تو کمند لطف ماست، زیر هر یارب به تو لبیک هاست. یعنی هر دفعه که تو میگی خدایا، این از لبیک اونه که تو میتونی بگی، وگرنه ما به یک چشم بر هم زدن زیر و رو میشیم. فکر میکنید از صبح که پا میشیم تا شب که میخوابیم چند صد تا فرشته ما رو از توی چاه و فریوه و نمیدونم برق و آب و گرفت، چند تا فرشته شما رو نجات میده؟ همه اونا لبیک هاست. فکر میکنید این سیستمی که داره کار میکنه، این قلبی که میگه پسر نوه کوچولوی 3-4 ساله من رو بردم از این انیمیشن های یوتیوب پیدا کردم، این قلب رو دیده، یه گرامو this is my heart، میگم آره قربونه دارم this is your heart. بعد این نشون میده از کجا این میره، دریچه وا میشه، دوباره میره تو اونجا، از اونجا میره تو سیارک، میاد اینجا، بعد پخش میشه، میگه واو. هر وقت میشه این گرامو شو میده heart again، میگم اوکی. خودم هم برای اون میذارم، ولی خودم هم ماجواش میمونم که این همه این سیستم داره کار میکنه و اینا همه یا رب گفتن ماست که اون داره لبیک میگه. وگرنه به یک چشم برهم زدن یک دونه از این هورمون ها درست کار نکنه، آین بریم. چقدر اینا رو شکر گفتیم، گفتیم اصلا دستتون رو گذاشتید هر روز اینا لبیک و یارب گفتن و لبیکه. لبیک یعنی چی؟ یعنی از اون طرف جواب مثبت. یعنی تو تقاضا میکنی، من میگم آسا جان مثلا اینو به من میدی، تو لبیک میگی، اجابت. بلکن کی گفت اجابت؟ بلکن مرسی. از اون طرف اجابت اومد. همین که میگیم بیرون مکه میگیم اللهم لبیک، یعنی خدای من جواب. ای جانم آفرین آفرین آفرین. بای بای گریه میگیم. جان جاهل، حالا اینو میگه اینجا، این دوتا خوب جواب میده. جان جاهل
زین دعا جز دور نیست. یعنی این یا رب گفتن خودش توفیق میخواد تا اون لبت بیاد، وگرنه اونایی که جاهلن و این عشق رو ندارن، این gratitude رو نمیفرستن، این vibration رو به یونیورس نمیدن، اون همه نوری که امشب شما دادید و هدیه نمیکنن، این جان جاهله. خب اصلا دور از این داستان، زان که یا رب گفتنش دستور نیست. یعنی اگر شما یا رب میگید، از بالا دستور آمده. میدونید یعنی چی؟ این چلنجایی که تو زندگی میشی، هممون، منم هستم، وقتی تو کورنر گیر میکنیم، این چلنج ها چلنجاییه که فقط برای تنبیه ما نیست. این چلنج ها اپورتونتیه برای گروت، برای اینکه بریم بالا. دیدی توی اتاقای تاریک یهو مثلا یه جایی، خب مثلا بیرون روشنه، خورشید هست، ولی شما مثلا تو زیرزمین، من گذشته تو زیرزمین اینو خیلی میدیدم، اینجا زیرزمین نداره، میدیدم مثلا یه پنجره یا یه تونل نوری میاد، بعد این تونل نور اینجوری بزرگ میشه تا به من، بعد این ذره 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 ذره، یه دونه ذره رو نگاه کنی همینجوری داره میچرخه. خب میگه کمتر از ذره نهی، پست مشو، مهر ببرز، تا به منزلگه خورشید رسی یا روی چرخ زنان. کمتر از ذره نی، پست مشو، مهر ببرز، تا به منزلگه خورشید رسی چرخ زنان. میگه جان جاهل زین دعا جز دور نیست. یعنی جان جاهل اصلا نمیتونه بره این طرف، زان که یارب گفتنش دستور نیست، بهش این رو، این لطف رو بهش نداشتن. بر دهان و بر دلش قفل است و بند، تا ننالد با خدا وقت گزن. گرفتید داستان؟ یعنی به اون اجازه اینو نمیدن. حالا یه چیزی هم میخواستم با هاتون، همیشه گفتم ولی دوباره میگم، و اونم اینه که این جوری که من اینو خوندم و برای شما تعریف کردم، این نظر منه، ممکنه درست نباشه از نظر این که مثلا یه عالم مولانا شناس که من نیستم، من فقط یه آدم عادیم که با یه عشق سرشاری میرم تو این کلمات و با همون عین اون ذره چرخ میزنم و میرم. یه آدم مولانا شناس ممکنه یه جور دیگه برای شما تعریف کنه، یا اینو یه کسی آگاهی بشنوه بگه نه این از این نظر درست نیست. این دیدگاه وایبریشن امروز منه که با وایبریشن شما سینکرونایز میکنه و اینا رو میگه. این فقط مال اینجاست. خب ببینم اونو در آوردم، فکر کنم این شعرش. بله ببینید، من که همیشه رو برای شما خوندم، اگر دو ماه دیگه این شعر رو برای شما بخونم، یه چیزای دیگه ای از تو این شعر در میارم براتون شعر میکنم. خودتون به این توجه کردید که به هر چیزی تو زمانهای متفاوت متفاوت نگاه میکنید؟ بدانید حال همه چیز در حال گردش، هیچ چیزی ثابت نمیمونه، و اون چیزی که توی خیلی تو مکتب بودیزم خیلی عنوان میکنن اینه که changing. Everything is changing. Everything is changing. و بعد این changing, changing, changing باعث میشه که ما attach نشیم. چنگ اندازیم یه چیزی رو بگیریم، رها کنیمش.
تراست کنیم، ایمان بیاریم. خب حالا اونی که بودیزم میگه، حضرت مولانا میگه، میگه هیچ چیزی ثابت و بر جایی نیست، جمله در تغییر و سیر سرمدی است. همه چیز داره میچرخه. ذره ها پیوسته شد با ذره ها تا پدید آمد همه عرض و سما. داره کوانتوم فیزیکو میگه، داره این که دل هر ذره را چو بشکافی آفتابیش در میان بینی. میگه این هسته‌ای که بشکافی، اون الکترونی که با چه سرعتی دور این هسته میچرخه، طوری که الکترون نمیبینی، فقط غبار میبینی. کاش که بتونیم بریم این اینا رو ببینیم هر دقیقه تو این آزمایشگاه. ذره ها از یکدیگر بکسسته شد، باز با شکل دیگر پیوسته شد. Everything is changing. Changing. Everything is changing. ولی این چنج همیشه به جهت گروته، به جهت رشد. ذره ها بینی که از ترکیبشان صد هزاران آفتاب آمد ایام. اینو فقط گفتم برای اینکه بگم اگر اینو من این شکلی خوندم، این شکلی تعبیر کردم، این تعبیر امروزه. فردا یا دو ماه دیگه وقتی که یه دونه فیلم رو ببینید خوشتون میاد، فیلمی رو که دوست دارید، خب دوباره یه ماه بعد برید اون فیلم رو ببینید، یه چیز دیگه است. یه متن رو بخونید که متن زیباییه، یه شعر زیبا رو بخونید و ببینید که دو ماه دیگه اون شعر رو میخونید یه چیز دیگه برمیاد، فیلم رو میبینید یه چیز دیگه میفهمید. برای اینکه شما تغییر کردید، دائما در حال تغییر. یادمان باشد هیچ چیزی ثابت و بر جای نیست، به چیزها چنگ نندازیم، فقط به عشق وصل بشیم. من یه تصویر پیدا کردم توی اینترنت که قبلا نشون دادم، امروزم قصدم این بود که دوباره اونو درارم که بهتون نشون بدم، همونو که مثلا 5-6 هفته پیش نشون دادم ولی یادم رفت. نشون میده که توی آلمان یک سازمانی که اینو درآورده که بین من و سهیلا، بین من و شما این هوا، این فضا خالی نیست. این فضایی که بین من و شما هست این یه شبکه هست و همه به هم وصل، اینجوری اینجوری اینجوری. و این سلول بدن که یه دونه نرون اون وسط و بعد دندریت و شاخه و اینا داره، این اونه. یعنی ما یادمون میره که اینقدر اتاق و تزئینات اتاق و شکل اتاق چسبیدیم که این سپیسی که بین توی این اتاقه این از دستمون رفت. خب همه چیز پس به هم وصله، هیچ چیزی از هم جدا نیست. مسئولیتمون خیلی زیاده، خیلی بالاست. هر چی که بر ما میگذره و از ذهنمون عبور میکنه به ساحل دیگران میرسه. مسئولیم شادمان زندگی کنیم، مسئولیم عاشقان زندگی کنیم. بذارید عاشقان زندگی کنیم تا این کوانتوم فیلد به شما نشون بده که از اون طرف چه خبره. وایبریشنتون رو ببرید بالا تا از اون طرف پیغام بیاد. الله تو لبیکش از اون بر اومد و تو باعث شدی که الله بگی. معنی میده؟ میخوای چی کار کنی؟ بگید میخوای چی کار کنی؟ ای خوردنش برم.
بیشتر مدیتیت کنیم. جان شاد باشه. محبت کنیم. مهر بورزیم. باریکلا. فورگیونس. ببخشیم. خودمون اول ببخشیم. چون این چوبی رو که به خودمون میزنیم همیشه بیشتر از چوبی که به دیگران میزنیم. مهر است و محبت است و باقی همه هیچ. مهر است و محبت است و باقی همه هیچ. بگی دیگه چی؟ من هیچی مثل بخشیدن و فورگیونس شادم نمیکنم. واقعا برای اینکه اگه اونجا گیر کنیم اونجا مثل پل سراده اصلا اون طرف نمیتونیم بریم. یعنی از این طرف اگر نبخشیم اون گره میمونه اینجا. گره هست. اون نبخشیدن گره هست. خب؟ از خدا بخواهی منم میخوام. همیشه هم میخوام. کسایی رو سر راهمون بذاره که ما مجبور نشیم هیچ گونه تجربه سختی داشته باشه. ببینید این چه دعاییه. خیلی دعای خوبیه که خدایا منو تو یک شرایطی بذار که به قول این نازنین که گفت شاد باشیم، شاد باشم و شاد بمانم. ولی زمانی که بیشتر توی این راه مدیتیت کردید و رشد کردید، یکی که دیر میاد و اگر کفش پاشنه بلند پوشیده باشه روی این چوبه میگه تق 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 تا بشینه سر صدا میکنه، شما به جایی که بگید واه که این سیستم تمرکز منو به هم ریخت، میگید خدا رو شکر اگر دیر کرد بازم اومد، آخرش باید دقیق لذت میبره. ببینید چجوری باید نگاه کرد. امتحانم ما را اگه میشیم امتحانی نیست که تنبیهمون کنن، امتحانمون میکنن که رشد کنیم. بریم بالا. میشه opportunity for growth. ولی یه چیز دیگر رو که تجربه کردم باهاتون شیر میکنم، شما فیدبک بدید. فیدبک های شما منو روشن بکنم. اونی که هر در روز ممکنه دو سه بار این اتفاق بیفته و هرچی بیشتر اتفاق بیفته به نفعه، اونی که نشستی یه لحظه همه چیز رو تو خودت خاموش میکنی و میری وصل میشی به خدایی در و میگی چی میخوای، قشنگ اعلام میکنی، اونی که با جزئیات هم اعلام میکنی، ولی چیزی که میخوای باید در راستای خدمت به خلق باشه. اگر فقط در راستای خدمت به خودمه به هم میده، ولی راه رو زیاد باز نمی. در جایی که ببینی این کاری که من میکنم خدمت به دیگران هست یا نیست. حالا اینه توضیحش هم یه ذره میدم به این شکل. وقتی مدیتیت میکنم به قول شما میرم توی استیت بهتری، نمیرم حالم بهتر میشه، سبکتر میشه، توی خونه اثر بهتری میذاره، با دوستان اثر بهتری میذارم، توی کارم وایبریشنم بهتره، در نتیجه دارم خدمت به کی میکنم؟ خدمت به خلق، به خودم. ولی این اثر میذاره توی دنیا، توی جامعه، توی اطراف من. این گلا رو یه چیزایی بهش وصل کرده بودن مثل که توی این Spirit Science، برید توی اینترنت یه قسمتی هست بزنید Spirit Science، بعد این Spirit Science
هی فیلم های کوتاه کوتاه خیلی جالبی داره. کسی که به عنوان انیمیشن یک کاریکاتور کوچیک داره اینا رو توضیح میده، یه ذره تند حرف میزنه اگه یواش‌تر بود. به هر حال یک گیاهی رو بهش یه چیزایی وصل کرده بودن که این به یه ماشین وصل بود، میخواست ببینه که مثلا صبح وایبریشن این گیاه چیه، شب وایبریشن این گیاه چیه، وقتی آب میده چیه، وقتی که آب نمیده چیه، موزیک میذاره چیه. به هر حال همه کاری کرد، زیاد این گیاه نشون نداد که این منحنی چیزی درست نشد، تا اینکه این آقا فکر شاید مثلا یه فندک ببرم یه گوشه برگ اینو بسوزونم ببینم این الکترود چی میشه. فکر این که اومد بیرون اون چیز دستگاه نشون داد که گیاه فهمید. خب برید تو اسپریت ساینس اینو ببینید. خب موج فکر شما باید شادمان باشه، باید رضایت باشه، باید فورگیونس باشه، نه شما، خودم هم میگم باید سرندر باشه، باید هر چی که پیش میاد بگه لبیک قبول میکنم. خب یه معلمی داشتم کره‌ای، بهم گفته بود که صبح به صبح که میری بیرون دعا کن به این شکل که I'm gonna be in the state of gratitude no matter what happened. یعنی هر چی که میاد من توی شکر و سپاس میمونم. من مدت ها میترسیدم اینو بگم، میترسیدم یه چیزی بدی اتفاق بیفته که من امتحان بشم. بعد پیش خودم گفتم مگه تو زیر چتر این خداوند و این عشق و این بارش نیستی؟ نمیشه تو این اطمینان تو قلبت باشه و از اونجا چیزی غیر از عشق؟ اگر پارازیت میاد من خلقش کردم. خب در نتیجه اطمینان کنیم یارب یارب ما از اون طرف اومده که ما باعث شد. کسی هست که بخواد چیزی رو شیر کنه در این رابطه؟ یکی هست تو سرش ولی داره شک میکنه، بگو. من که خودم شاگرد شما، ولی شاگرد خوبیم، خیلی شاگرد، خیلی کار میکنم، خیلی کار میکنم. تو شاگردی خیلی شاگرد خوبیم، تو شاگردی استاد، تو شاگردی استادم، باور کنم. تو معلمی نه، فقط شعر میکنم، اون چیزایی که حس میکنم میام شعر میکنم. اگر اینا رو حس نکنم نمیتونم به شما منتقل. اینی که منتقل میشه یعنی از تجربه میاد، از کتاب نیست. از کی؟ Thank you عزیزم. بله حالا میگم شما هیچ وقت اکسیژن بهتون نرسیده. اکسیژنی که ما توی این پرانه ها انجام میدیم اینا، شما بدنتون هنوز با این اکسیژن عادت نداره، دهن دره میکنه. چاکرای اول جاییه که شما نشستید و با زمین در تماس. چاکرا مراکز انرژی. چون من امروز میبینم 4-5 نفر تازه هستن. میدونید با سیستم چاکرا آشنا هستید. چاکراها مراکز انرژیه که توی نخاع تا وسط مغز که آگنا چاکرا همون پاینیل گلند
چشم سوم وسط من این وسط این آگنا چاکرا اون بالا رو نگاه کنیم اون ساهاسترارا کراون چاکراه اون وقتیه که تمام این مسیر بازه اون باز میشه خب؟ ولی فعلا ما تا تو این مسیر کار نکنیم به اون کاری نداریم ساهاسترارا آگنا چاکرا همون ترد آیه که ما خیلی وقته یک ساله که داریم روش کار تروت چاکرا ویشودی چاکراست هر کدوم از این مراکز انرژی توی ستون فقراته توی مهره ها توی نخاه خب ویشودی پشت تیروئیده توی گردن و مانترا داره مانترای ویشودی هست هم مانترای آگنا چاکرا هست اوم برای همین این همه اوم میگی خب این هست هم پشت قلب توی ستون فقرات مال قلبه رنگ سبز مانتراش هست یام 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 پشت ناف چاکرای منیپوره که زرد طلاییه میتونه سویچ بشه از زرد به طلایی و بعد سوادیستان و چاکرا آخرین مهره ستون فقرات اون مهره کوچیکه اونجایی که ستون فقرات باریک میشه اونجا چاکرای ویشودیه و وام مال منیپور رو نگفتم رام رام خالی نیست رام این ارتعاششو پشت این مهره پشت ناف حس میکنیم و بعد وام مال آخرین مهره است و بعد اونجایی که نشستی با زمین تماس داره مولاتارا چاکرا که قرمز و هست لام 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 خب حالا همینجور که چشمون بازه میرسیم به جایی که باید چشمون رو ببندیم ولی هنوز که چشممون رو نبستیم رنگا رو اجازه بدید و این سیستم رو تمام کنم رنگا رو در نظر داشته باشید چشتون رو ببندید جایی که نشستی رنگ قرمز درخشان برید یک کمی بالاتر کمتر از یک سانت استخوان آخرین مهره نارنجی رنگ زعفرانه رنگ عسل نارنجی اون شکلی زعفران و عسل پشت ناف توی ستون فقرات زرده پشت قلب سبز پشت گلو آبی آسمانی آگنا چاکرا که همون چشم سومه رنگش آبی نیلگونه بعضی وقتا بنفش خب بنابراین از بالا که اگه بیام پایین آبی نیلگون آبی آسمانی سبز زرد نارنجی قرمز خب تو طیف رنگم که نگاه میکنید طیف رنگ همین جوریه تو رنگین کمان حالا چشمتون رو باز کنید دیدید که پس میتونید با چشمتون دنبال کنید تونستید دنبال کنید؟ بله اوکی. بنابراین حالا رو مانتراش اگه کار کنیم چاکرای اول سه بار با هم با تمرکز با تمرکز تمام توجه و حضورتون رو بدید به جایی که نشستید و چاکراش مانتراش هست لام با هم لام لام پنج تا لام لام برید بالا آخرین مهره وام
ولی با هم باید بگی، چون اثرش فرق میکنه. با همه، با هم. پشت ناف هست رام. با هم سب کنیم، سب کنیم، سب کنیم. رام 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 رام. پشت قلب یام 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 یام. برید پشت گلو هست هم 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 هم. برید تو آگنا چاکرا، پنج تو اوم بیوتیفول. به صدای من لطفا گوش بدید. توجهتون رو ببرید به این اومی که گفتیم با مدیتیتی که قبلا کردیم و این نوری رو که توی آگنا چاکرا توی پاینیل گلند دیدید. 10 تا اوم رو بگید و این نور رو خودتون ببینید چه شکلی دارید با چشم سومتون میبینید. فقط کاملا هماهنگ بگید. دو تا دیگه. لطف کنید بیایید توی ویشودی، دستتون رو بذارید رو گلوتون و وقتی هام میگید این ارتعاش هام رو حس کنید با انگشتاتون. با هم 10 تا هام هام قلبتون. یام 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 یام. پشت ناف دستتون بذارید روی ناف ولی هست رام خودتون.
ابزرو کنید تا پایین ستون فقرات از آگنا چاکرا ابزرو کنید، ارتعاش پاینل گلند رو، رنگ آبی نیلگون. بیایید تو گلوتون، ارتعاش ویشودی چاکرا، رنگ آبی آسمانی، ارتعاشش رو حس کنید. تو قلبتون آناهات چاکرا، ارتعاش و رنگ سبز زمردین. بیایید پشت ناف، ارتعاش منیپور چاکرا، زرد طلایی. آخرین مهره نارنجی زعفرانی، سوادیستانا چاکرا، ارتعاشش رو حس کنید و جایی که با زمین نشستید در تماس مولادهارا چاکرا، قرمز درخشان. وایبریشن رو حس کنید از پایین، وایبریشن قرمز یه ذره بالاتر، دایره در دایره، رنگ نارنجی زعفرانی گرد میچرخه، یک کمی بالاتر، دایره در دایره، رنگ طلایی میچرخ، اسپن بالاتر، گردا گرد، مثل یه یونیورس کوچولو توی قلب. بگردید بگردید در این خانه، بگردید در این خانه، قریبید، قریبانه بگردید. باید تو این خانه دیگه قریب نباشید، آشنای عشق باشید. صبح که از خونه در می آید، دستتون رو بدید دست عشق، بگید منو هدایت. هر وقت خشم اومد، دست عشق رو بیشتر توی انگشتاتون فشار بدید، بگید منو هدایت کن. وقتی در سیچویشن های سخت بودید، تو چشم اطرافیان عشق رو ببینید، خدا رو. از آنجا آمدی، فضای این اتاق آغشته به شاخه های حساس و زنده حیاته، تمام این اسپیس زنده است، تمام فضای خالی این اتاق زنده از هستیه، با شاخ و برگ. هر چی میفرستید توسط این سپیس توی جایی به نام آکاشیک رکورد ضبط میشه. هر چی خوبی بفرستید در آکاشیک رکورد ثبت میشه برام. هرچه خدای ناکرده، اندوه و افسردگی و
اونجا ضبط میشه. اگر عشق بفرستید، رکورد عاشقان است. اگر دیپریشن بفرستید، سعد. بنابراین به این هستی سرشاری که الان شما رو مثل یک حبابی دورتون رو گرفته، این هستی رو، این حیات رو روی پوستتون حس کنید و ببینید که شاخ و برگ این هستی از پوستتون نفوذ کرده، رفته تو ماهیچه‌هاتون، رفته توی استخوان‌هاتون، رفته تو سیستم تنفسیتون، نفساتون عشقه، رفته توی رگ‌هاتون، خونتون آغشته به عشقه، همه وجودتون، سیستم اعصابتون عشق شده، یک پارچه عشقی. عشق مال شماست، این نور مال شماست. فقط امشب بهش بیشتر آگاه شدید. هر جا میرید این عشق رو با خودتون ببرید. هر چه میخواهید آگاهانه بنشینید در سکوت و اعلام کنید، مطمئنن به شما داده خواهد شد و شما در وایبریشن عشق و نور بمانید، تمام هستی رو عاشق میکنید. بنابراین دیگه سلف سرف نیستید، فقط برای خودتون نیست. در عشق ماندید که اثر بذارید توی کائنات. عاشق بمانید که عشق مهری که از اول به پیشانی ما زدند ولی فراموش کرد. نور توی وسط سرتون رو فراموش نکنید. یه نفس بگیرید لطفا. توی ذهنتون آم بگید. یه نفس دیگه بگیرید لطفا. لای چشمتون رو یه میلیمتر باز کنید و ببندید. یه نفس دیگه بگیرید لطفاً.